جا داره تبریک بگم به مجموعه هوسان رامسر و خدا قوت و همه بچه ها. واقعا خیلی بازی سختی بود، هرچند که ما تو ست اول فرصت برنده شدن رو داشتیم، 24-23 جلو بودیم، میتونستیم ست اول رو ببریم، یه ذره بازی رو برای خودمون سخت کردیم و یه مقدار که از بازی گذشت تیم اردکان، تیم چادرملو خیلی خوب تو این سالن داشتن والیبال بازی میکردن. خوشحالم که تونستیم زمانی که 2-1 عقب هستیم برگردیم به بازی و ست پنجم رو مقتدرانه ببریم. از ست چهارم و پنجم هم سرویس های خیلی خوبی زدیم، هم دفاع تیمیمون خیلی منطقی تر دفاع کردیم. تعداد دفاعی که انجام دادیم تو ست چهارم و پنجم واقعا خیلی قابل قبول بود و به نظر من پیروزیمون تو ست چهارم و پنجم به دلیل سرویس های خیلی خوبمون بود که شکل گرفت. بچه ها واقعا بعد از باختی که جلوی ارومیه داشتیم هم قسم شده بودن، خوب تمرین کردیم دو روزی که فرصت داشتیم و مبارکشون باشه، این نتیجه زحمتشونه، این نتیجه تلاششونه که به دستش آوردن. واقعیتش بازی ها همه برای ما سخته با توجه به اینکه تیما واقعا مجهزن، بازیکنهای خیلی خوبی رو دارن. سایپا هم یکی از تیمای خوبی بوده که شاید 4 هفته از بازی ها گذشت نتیجه نگرفت، ولی امروز فکر میکنم که بازی رو برنده شده اگر اشتباه نکنم و به نظرم کار بسیار بسیار سختی داشته باشیم جلوی سایپا توی تهران و این شرایط برای ما. اتفاقی که افتاده باختمون بیرون از خونه بوده و کیفیت بازیمون تو بیرون از خونه خوب نبوده، که امیدوارم تو این بازی با توجه به اینکه داریم زودتر میریم تهران و بچه‌ها یه جلسه بیشتر تو تهران تمرین میکنن، یه مقدار شرایط براشون بهتر بشه تا بتونیم انشالله یه بازی خوب جلو سایپا انجام بدیم. سایپا با توجه به اینکه شاید جایگاهش تو جدول پایین جدوله، اما واقعا نفرات خیلی زیاد و خیلی خوبی داره که واقعا آینده های والیبال هستن و بازیکن های خیلی خوبی هستن. امیدوارم ما بتونیم جلوشون والیبال خوبی رو به نمایش بذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خسته نباشید خدمت شما و یه خسته نباشید جانانه به دوستام. خب من متاسفم بگم که با این روندی که تو باشگاه هورسان و تو رامسر داره پیش میادیش، تیم اینجا برنده نمیتونه باشه. از پوان یک داورای خط انقدر بالا پایین کردن، اعصاب همه رو به هم ریختن. گیم دوم رو بردیم، انقدر تیم حریف اعتراض کرد، داور رأی رو برگردون، با بطری آب تیم ما رو زدن، هر انقدر بچه های ما رو با بطری آب زدن تمام زمین پر آب شد. هر جای دیگه این اتفاق میافتاد ناظر بازی رو قطع میکرد به نفع، حالا بازی رو اصلا تموم شده میگه. بازیکنای ما شانس آوردیم که اتفاقی براشون افتاد، دوباره بعد از نیم ساعت بازی شروع شده. خب اینجوری بشه هر تیمی بیاد اینجا جلو باشه، تماشاگرها بخوان این کارو بکنن، ناظر بخواد هیچ عکس العملی نشون نده، من به شما قول میدم که توی با این وضعیت توی این سالن هیچ کس نمیتونه ببره. ما خوب بازی کردیم، حقمون باخت نبود، ولی به عوامل محیطی باختیم. به بازیکنام خسته نباشیم میگم، دستشون درد نکنه، تا پوان آخر جنگیدن و متاسفم بگم که این پیروزی رو به تیم اورسان تبریک نمیگم، چون اونا ما رو نبردن، عوامل بیرونی ما رو بردن. اشکال نداره، ما الان اگر بر علیه داور حرف بزنیم، بر علیه کسی حرف بزنیم، ما رو محروم میکنه، ولی ای کاش کمیته داورا، ای کاش فدراسیون فیلم این بازی رو ببینه که بازیکن‌ها با چه خطراتی اینجا روبرو میشن. اگر این بطری آب که یکیش خورد تو سینه بازیکن من، میخورد تو چشمش من، بعد جواب خانواده اون بازیکن چی میدادم؟ متاسفم، برد به این قیمت رو من نمیپذیرم. من میگم بچه‌هام راضیم، دستشون درد نکنه، عالی بازی کردن. ورزش یه سمتش برده یه سمتش باخته. ما بازی قبلمون هم به گنبد باختیم، بهشون تبریک گفتیم، خیلی هم راحت، هیچ آب از آب تکون نخورد، ولی اینجا ما بازی رو از ما عوامل محیطی بردن. متاسفم بگم که این ورزش، این والیبال اینجوری به هیچ دردی نمیخوره. ایشالله که دیگه شاهد همچین صحنه هایی نباشیم که بازیکن ها امنیت جانی داشته باشن توی زمین. این من واقعا حالا الان فیلمش هم دیدم، واقعا متاثر شدم که این بطری های آبی که از طرف تماشاچی ها به سمت بازیکن های ما پرتاب شد، خدا رحم کرد که آسیب جدی به کسی نرسوند. و متاسفم بگم که هیچ عکس العملی از طرف ناظرین بازی ندیدیم و روز خوبی تو ورزش نبود، حداقل برای والیبال. متاسفم این حرفو میزنم، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید میگم بهتون، خسته نباشید ویژه به همتیمی‌های عزیز. تماشاگران خیلی حمایت کردن ما رو، همونطور که دیدیم بازی خیلی سخت و پایاپایی بود.
خدا رو شکر تونستیم تو ست پنجم تو لحظات حساس بازی کنترل کار رو به دست بگیریم و برنده میدون باشیم. به هر حال یه سری اشتباهاتی تو داوری بود، طبیعتاً تا وقتی ویدیو چک نباشه این اشتباهات هست، کارش هم نمیشه کرد. به هر حال داور هم انسانه مثل ما، اشتباه میکنه، نمیتونیم ازش ایراد بگیریم، ولی خب یه سری جاها اشتباهات داوری اذیت کرد ما رو. خدا رو شکر که تونستیم برنده بیرون بیایم از میدون.